واقعا نابود میکنه آدمو. از همه ماکتی تر و خنده دارتر مهندسه. من نمیدونم، باید حتما طبقه آخرم باشه اینا، اصلا طبقه اول نمیتونه باشه. سلام، حالتون چطوره؟ اسم من هوتانه. امروز میخوام در مورد سریال مترجم صحبت کنم. دو قسمتش بیرون اومده، اسپویل هم داره مثل همیشه. قبل از اینکه برم وارد بحث بشم، خیلی خوشحال میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید. حتما نظر و انتقاد، پیشنهاد، هر چی هم که دارید برای من بنویسید. دوست دارید در مورد چه فیلم و سریالی صحبت کنم، اونم حتما بنویسید، خوشحال میشم. سریال مترجم در کل خیلی اذیت کننده است به نظرم دیدنش. حداقل میتونم بگم قسمت 1 و تا حدی 2. اینکه در آینده چه اتفاقی میفته رو باید نگاه کرد، یعنی خیلی زوده قاعدتا قضاوت کردم، ولی کلیت کار تو قسمت اولش تقریبا در اومده. متاسفانه 1:30 بیشتر نگذشته از این سریال، میتونید بفهمید با چه لولی طرفیم. قشنگ چیزایی هست دل آدمو میزنه دیگه، مثلا میتونه حتی چیز شیرینی بخورید شما، یهو انقدر شیرین زیاد از حد باشه که نتونید بخورید. داستانی که اینجا طرفیم یک داستان رازآلوده، یک درام رازآلوده که بیشتر گمراه کننده است به نظرم. خیلی خلاصه بگم، داستانش در مورد یک دختریه که مترجمم هست. متوجه میشه که برادرش مرتضی در اصل یک تصادف معمولی از دنیا نرفته، بلکه کشته شده. اسمسی دریافت میکنه که آقا داداشتو کشتن. بعد اینو وقتی به زن داداشش میگه آره من همه اینا رو میدونستم. وقتی وارد پرونده کاری دادشش میشه، متوجه میشه که اونم به حال یه مترجمی که بوده، داستانهای خیلی زیادی با اون شرکتی که کار میکرده داشته، ظاهرا فقط مترجم معمولی نبود. دیگه میریم تو داستان، بیشتر قسمت دومش در مورد کار حالا دادششه که آشنا بشیم اون در واقع اون شرکت چی بوده که براش کار میکردن و اومدن دادششو کشتن. خیلی ایده خیلی بکری نیست، هیچ ایرادم نداره، ایده اصلا تکراری میتونه باشه، کلیشه‌ای باشه، مهم نیست، مهم اینه که تهش چی میشه. به نظرم مهمترین نکتهش تو بس رازآلود بودن این داستان اینه که ما قهرمانمون رو میشناسیم. یه آدمی که تو شوکه به خاطر حالا مسائلی که براش اتفاق افتاده، متوجه میشه که داستان دادشش چی بوده، توی بحران دیگه، بس شما رو میخواد بذاره تو بحران. یعنی یه نریشن داریم، یه نکته‌ای هم اونجا داره تو نریشنش که میگه که من هر کاری که کردم به خاطر خانواده‌ام بوده. دقیقاً چی کار کرده قبلا نمیدونیم، در ادامه قراره که توضیح بده که این دختر برده چه ماجرایی شده. شما یه چیزی اول به من میگه آقا قتل اتفاق افتاده، یک تصادف نبوده، و بعد یه دختر نشون میده که دنبال پیدا کردن این راز دیگه، چون توی نریشن اینو میگه. یه بحثی باز میشه اینجا، بحث قماره. من احساسم اینه، چون دارید یک داستانی داری تعریف میکنی از اول، یهو یه بحث جدید توی داستانت میاری، همون اول کار، قمار. طرف برای چی قمار میکنه؟ خب قمار بازه، اصلا تفریحشه. بعد یه احساسی به من میده که این داستان قمار انگار یه ربطی داره به این داستان داداش و اینا، یعنی مونوپولیشو میاره وسط که بازی کنه که چی به دست بیاره، با اون پول میخواسته چیکار کنه، خب ادامه قمارشو بره، یا اینکه نه اصلا یک بهانه‌ایه که داستان شروع بشه و اتفاقا وصل بشه به اون اتفاق اصلیه. میدونی چی میخوام بگم؟ گمراه میکنه منو یکم. نمیدونم چرا برای شروع داستان اینقدر باید سردرگم باشم با این دختره. دقیقه 1:30 است دوستمون گیتار میزنه، و بعدم اون دوست دیگه‌مون رو میبینیم که درام میزنه. پرت و پلان، واقعا نابود میکنه آدمو. اصلا خدا شده اصلا آدم میمونه چی فکر میکنن دوستان؟ تدوینگر بابا دستیار داره، کارگردان دستیار داره، میشن نگاه میکنن، مگه میشه شما متوجه نشی که اینا سینک نیستن؟ اصلا یه چیز دیگه داره میزنه درامت، نکن این کارو. همونجا تو ذوقم خورد، مخصوصا تو اون 5 دقیقه اول اون کافه من گیجم، چون میخوام بگیرم که داستان چیه، یعنی قهرمان داستان من این دختره دنبال چیه. حداقل چون اون اسمس رو نشون میده میفهمم، بعد میره توی چیز دیگه که من اسمشو حاشیه میذارم، نه یه چیز سرگرم کننده که ما رو ببره به خط اصلی داستان. حالا اون شرط بندیش هم من خیلی متوجه نشدم که اون کسی که اون ورداشه بازی میکرده برنده دنبال مونوپولی این بوده فقط، یعنی پول این وسط نبوده دیگه، اگه اشتباه نکنم شما برای من بنویسید، چون من متوجه نشدم. مونوپولیه برای این پسر ارزشمند بوده که داشته ذوق میکرده، چون میگه آقا مونوپولی رو به من برگرد و من به 20 میلیون میدم. و بعد داستان دزدیه پیش میاد که بخواد بره لپتاپ رو بدزده. خب
اینجا الان دزدی لپتاپ دو بخش داره، یکی اینکه پول جور کنه و اون مونوپولی رو پس بگیره و اینکه بفهمه چه سندهای اون تویه که ربط داره به داداشش. اتفاقات زیادی میفته، اینا رو من میذارم همه حاشیه، اصلا مهم نیستن اینا، یعنی شما اینا رو حذف کن، اصلا مونوپولی اون کافه اینا رو همه حذف کن. شما تو قسمت دوم کم کم میفته تو ریل اون داستانه، اون شرکتی که کار میکرده چی بوده، طرف کی بوده، اصلا مرتضی کی بوده، خب قراره آشنا بشیم. ولی مثلا واقعا مرتضی کی بوده که کشته شده، این یه مسئله خیلی مهمیه دیگه. یهو مثلا زنش میاد ناهید میگه که میدونی چند نفر عاشق کارهای شوهر من بوده، پس متوجه میشیم او یه مترجم مثلا معروفی بوده، کتاب داشته، دنبالش میکردن. این با گفتن این جمله اصلا خنده داره، یعنی شما این همه حاشیه رو بهش خیلی میپردازی، بعد میای میگی که آره من شوهرم خیلی معروف بوده. خنده داره، از همه ماکتی تر و خنده دارتر مهندسه این ضد قهرمان داستان ما. حداقل من میدونم آقا ناهید با این دختر غزاله با هم دارن میرن جلو. اونور ما فعلا یکی رو داریم، مهرداد، که حالا کار ترجمه رو آقای مهندس رو انجام میده. مهندس کیه؟ یه آدم بد، خیلی کلفت و خشم باید صحبت کنه، طبقه آخر هم باید باشه نیمه کاره. یه قطره هم میچکونه توی چشش، دقیقا هم باید آهنگ Requiem for Dream بره رو کار، که اصلا نمیفهمم یعنی چی. الهام گرفتن، ادای دین کردن، نمیدونم اسمش چی بذارم، کپی کردن، همه اینا چیه؟ این فیلم رو بعد مقایسه کنم با Requiem for Dream، امیدوارم بدونید اون فیلم رو ببینید. دقیقا اونجایی که داره میچکونه اون قطره رو همینه. آقای مهندس که اصلا نمیدونم کیه و داره چیزی که به من نشون میده، یه آدم خیلی گنده است، خیلی خفنه، آدم میفرسته در خونه فلانی که مثلا بگیرن پارش کنن. بعد اطلاعات مثلا مهم این آدم که اینقدر بزرگه توسط اون حالا مترجم ما تو اون شرکت به صورت روزانه اون لپتاپش رو داره میبره خونه میاره دیگه، یعنی اصلا مگه میشه یه اطلاعات مهمی تو داشته باشید و توی هارد نداشته باشیدش، در عوض توی لپتاپتون ببرید بیارید؟ مثلا اینم نمیفهمم. همه اینایی که دارم میگم اهمیتش برای مخاطب زمانی ارزشمنده که من یه احساسی داشته باشم. اگه شما میخوای یه ضد قهرمان خفن درست کنی، اون آقای مهندس رو خفن درست کنی، من اگر بشناسمش بیشتر بدونم، فقط یکی نیاد اون بالا طبقه آخر، من نمیدونم، باید حتما طبقه آخرم باشه اینا، اصلا طبقه اول نمیتونه باشه. بعد یه دفعه میره تو پاستیل، من فکر میکنم خب اینا اصلا تو کار مخدر و اینان، یاد قورباغه میفتم. نه تو معرفی قهرمانش خیلی به نظرم قشنگ کار کرده، نه تو ضد قهرمانش. یعنی بر فرض بگیریم که فعلا آقای مهندس مثلا ضد قهرمانه، چون امکان داره این آقای مهندس هم هیچ کاره باشه، آقا یکی دیگه هست، ولی حداقل تو معرفیش آدم یه وجهه‌ای میسازه برای اون آدم بده. و بعد اصلا مسئله اینه دیگه، چقدر اتفاقات غزاله برای شما مخاطب مهمه. من وقتی با غزاله یه حسی دارم دیگه، خیلی نمیفهممش، هی میخوام بچسبم به غزاله که درک کنم آقا داداشش از دست داده، تو چه بحرانیه، مثلا یک جوانیه که توی مملکت داره زندگی میکنه، دارم هی بدونی دارم هی بهش نزدیک میشم دیگه، تمام سعیم میکنم، ولی نمیتونه خودش رو به مخاطب نزدیک کنه. چرا؟ چون پرداخت غلطی داره، اصلا کارش عجیب و غریبه. اگه شما میخوای یه آدم آشفتر نشون بدی که کاملا چیز طبیعیه در جامعه ایرانی، یک دختری که تو بحرانه، همه این بار و اون کافه‌ای که نشون داده شده اصلا میتونه اضافی باشه، اصلا نیازی به اونا هم نیست در نشون دادن چنین چیزی. طرف مثلا از بیرون اومده، حالا پاستیل خورده یا هر چی، میبینیم که مثلا تو آشفته است دیگه، بعد میاد تو اون دعوای خانوادگی که اصلا نمیفهمم اون دعوای خانوادگی برای چیه، یعنی برای چی باید قسمت اول در مورد یک دعوا که هیچ ربطی نداره، صرفا یه اسم مرتضی فقط میاد مطرح میشه، فقط ذهن مخاطب تو پر میکنی، اصلا مسیر رو من گم کردم، مثلا نمیدونم چی میبینم. مثلا رابطه پریسا و شوهرش، خب تئاترشو میریم میبینم و نمیفهمم یعنی چی، اصلا قسمت اول من اصلا برام اهمیتی نداره آخه خواهرش. در کل سرگیجه است بیشتر، اسم اون کی سریال است. حالا من فکر کنم از این کابوس قسمت اول یکم خودش میگذره، قشنگ کابوسه میگذره، حالا
داریم باز میکنیم که اینا خیلی آدم های خطرناکی هن. طرف از اونجا رد شده، انقدر آدم داره مثلا اون ضد قهرمانه ما که اومدن دنبالش اینو مثلا رو بکشنش چیکارش کنن. در مورد نکات مثبت سریال هم واقعا الان نمیتونم چیزی خیلی خاصی بگم، چون از نظر ساخت خوبی کیفیتی داره، من میبینیم اینو تو کارگردانی. داستانش خیلی به نظرم اذیت کننده است، برای همین دو قسمت هم واقعا سنگین بود دیدنش برای من. اگه شما دوست داشتید حتما بنویسید چرا، خوشحال میشم. مرسی، ممنون، خدافظ.